بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لسيما بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. در آیات شریفه که خونده شد، خداوند نهایت انسان را در این دنیا، وقت جان دادن، وقت خروج روح، اینجور شرح داده در چند آیه. می‌فرماید سکرت الموت. سکرت الموت، سکره خودش مستیه، اما گفتن بیهوشیست. ما وقتی که مرگ طبیعی بمیریم، یعنی حالا به واسطه توپ و توپنگ نباشد، در بستر یا در بیمارستان بمیریم، بیشتر اشخاص قبل از مرگ به چند لحظه، حالا چند دقیقه یا چند ساعت یا چند روز، حالت کما، حالت بیهوشی به اونها دست میده. این حالت بیهوشی دکترها و بیمارستانها عاجزند که جلوش را بگیرند. این فرمودن این یک روزنه است، دریچه است از عالم آخرت. اون وقت قبل از بیهوشی، حالتی که برای انسان در وقت احتضار عارض می شود، اول زبان از کار می افته، یعنی هنوز چشم مشغول کار کردن، زبان از کار میفته، مغز انسان هنوز ادراک داره، زبانش رو که بستن تا نگه من چه میبینم، ملائکه رو میبینم، ملائکه رحمت، ملائکه عذاب، بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، عالم ارواح رو، شیاطین رو، ملائکه رو، ارواح مردگان رو. نباید اینجا اهل این دنیا از اونجا به این ترتیب با خبر باشن، زبان از کار بیفت. البته یه استثناهایی هم داره، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام در آخرین لحظه، آخرین ثانیه از زندگانیشون زبانشون کار میکرد، حرف میزدن، تمام نعمتهای الهیشون هم تو ادامه داشت تا آخر لحظه. زبان که از کار افتاد، بعدن چشم، بعدن گوش، بعدن هم دیگه تمام میشه. اون وقت است که ملک الموت میاد. ملک الموت را آدم بعد در وقت جان دادن میبینه. اون وقت در چه حال میبینه؟ اگر آدم گناهکار یا کافر یا منافق باشد، پناه بر خدا، ملک الموت را در یک شکل خیلی خیلی وحشتناکی میبینه، وحشتناکی میبینه. ملائکه عذاب هم با او هستن، ملائکه عذاب با تازیانه ها میزنن بر صورتش بر پشتش، و الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، از دو طرف میزنن با تازیانه، اخرجوا انفسکم، یعنی جون بکنید، جانتون را بکنید، اخرجو انفسکم. این نسبت به کفار یا بعضی گناهکارایی که هنوز گناهشون آمرزیده نشده، پناه بر خدا. در اون وقتی که نه دکتر، نه بیمارستان، نه پول، نه کرسی، نه مقام، نه اینها، هیچ کدوم از کار میافته، فقط رحمت الهی است. این حالت را خداوند در چند آیه بیان کرده.
مثلا در سوره اذا وقعت الواقعة دارد، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني جان بحلقوم انسان ميرسه، حلق ميرسه جان از نسبت به خیلی ها. اولا ملک الموت از کف پا شروع میکند، میاد بالا تا به ساق پا و زانو و ران و شکم و سینه، میاد بالا تا به حلقوم میرسد. و وقتی که در این حالت بعضی ها انقدر درد جان کندن که هیچ دردی در دنیا، نه سر درد، نه شکم درد، نه چشم درد، به شدت درد جان کندن نمیرسه. فقط چون زبانش صداش دیگه مخفی شده، قدرت داد زدن، نعره زدن نداره. فقط خدا میدوند اینجا در چه حاله، که اگر قدرت داشت فریاد میزد، نعره میزد، بعدم از اونجا تمام میشه دیگه، جان از حلقوم میاد بیرون. در آیه دیگه دارد، در سوره بله سوره القیامه، که میفرماید بله کلا اذا بلغت التراقی. تراقی جمع ترقوه است. ترقوه این استخوان هایی که همین جایی که من انگشت گذاشتم، استخوان های بالای سینه، جان به اینجا میرسه. کلا اذا بلغت، جان به تراقی میرسه. کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق، تا آخرش، تا آخرین آیه، از اونجا دیگه خانم. این نسبت به اون کسانی است که خداوند میخواد اونها را عذاب بکنه. اما از اون طرف هم مؤمنین، کسانی که خداوند میخواد اونها را خوشحال بکنه، لقاء الله، اونها در همچو وقت در حال سرور و سعادت و خوشی هستند. مثلا امام زین العابدین در زیارت امین الله میگوید اللهم اجعل نفسی مشتاقة الى فرحة لقائك. فرحة یعنی خوشحالی. مؤمن وقتی که به لقاء الله، که مرگ لقاء الله دیگه، مؤمن وقتی که به لقاء الله میرسد در حال سعادت، خوشی، در حالت رضایت است. در آخرین سوره، در آخرین آیه سوره والفجر و لیال عشر، که میگن این سوره متعلق به امام حسین علیه السلام هست، خداوند خطاب میکند به مؤمن، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه. در حالی که راضی هستی، راضی، حالا دردم داشته باشه ولی راضی، خوشحاله، داره به سوی لقاء الله، لقاء حبیب خودش میره. بعد وقت روایت دارد که شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا هل یکره المؤمن علی قبض روحه؟ آیا خداوند مؤمن را اکراه میکند، مجبورش میکند بر قبض روحش؟ حضرت فرمودند لا والله، قسم خوردن، نه، خداوند تا مؤمن را راضی نکند جانش را نمیگیره. یعنی به ملک الموت دستور داده. مضمون روایت این است که ملک الموت وقتی که میاد برای قبض روح مؤمن، جاء معه رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الائمه علیهم السلام، 14 معصوم هم با او میآیند. و وقت به ملک الموت، به عزرائیل، سفارش مؤمن را میکنند، میگویند یا ملک الموت رفقا بولینا. ببینید ولینا یعنی این که الان دارد در حال احتضارت، این ولی ماست، دوست ماست، شیعه ماست، پس با او رفق و مدارا بکن. او در جواب عرض میکند که سادتی الا والله احب
ارفق به من ابیه و امه، من از مادر و پدر نسبت او مهربون ترم. بعد خود ملک الموت به مؤمن خطاب میکند، میگوید یا ولی الله، اسمش رو میذارد یا ولی الله، ای بنده دوست خدا، اما ما کنت تخافه فقط مضا عنك، اون چیزایی که از تو میترسیدی تمام شد دیگه، ترس نداری. و اما ما کنت ترجوه فهو امامك، اما اون چیزایی که تو امید به اونها داری الان در جلو داری. ارفع بصرك، چشمتو بلند کن. مؤمن چشمش رو بلند میکنه، چشمش به معصومین میفته و مقام خودش را، منزل خودش را، قصرهای خودش را در بهشت میبیند. قبل از جون دادن، قبل از مردن، مقام خودش را در بهشت میبیند. خداوند نشونش میده، ملائکه میان، فوج فوج، دست دست ملائکه میان. بازم آیه دارد، هی آیه پشت سر آیه دارد که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علي دست دست تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا لا ترسي ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بشارات به شما میدیم، به همین بهشتی که دارید میبینید خدا وعد داده. اینست که وقتی که مؤمن چشمش به معصومین میفتد میگوید یا سادتی خذونی الیکم، ای عزیزان من، مرا ببرید با همراه خودتون. فرمودن میفرماید میای پیش ما، اما فقط ملک الموت منتظر اجازه است از تو، اجازه بخواد که جان تو را بگیره، بیای پیش ما. اون هم بیدرنگ اجازه میدهد که یا ملک الموت اقبضنی. وقتی که قبض روحش شد با نهایت خوشی و راحتی، مثلا نسبت به اون کسانی که به راحتی میمیرن، امام فرمودن مثل کسیش که یه دست گل خوشبوی به او دادن و مجردی که این گل را بو کرد، بوی خوش این گل به مشامش، این عطر به مشامش رسید، تمام شد به راحتی. امام موسی بن جعفر علیه السلام در دعاشون میفرماید، دعا میکنن که اللهم انی اسالک الراحه عند الموت، الراحه عند الموت والعفو عند الحساب. از جمله چیزهایی که در روایات دارد که موجب میشود انسان وقت مرگ با راحتی، با خوشی، با سعادت بمیرد، صله رحم است. صله رحم، عزیزان شنوندگان، نگاه کنید، با ارحامتون، با خیشانتون قهر نکنید، دعوا نکنید، قطع رحم نکنید، تا بتوانید صله رحم بکنید از خیشان خودتون، ارحامتون، بستگان خودتون مدارا کنید، خدمت کنید، کمک کنید، رابطتون را قطع نکنید. این موجب می شود که در وقت جون دادن انسان به خوشی و سلامتی و راحتی جون بدهد. بالاخره چند آیه در قرآن مجید راجع به حالات کسانی که جون می دهند. در آخر سوره الواقعه می فرماید فاما ان کان من المقربین، صنف اول، از کسانی که جن میدهند خداوند اسمشون را مقربین گذاشته. فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم. ملک الموت وقتی که میاد به سراغشون، اول روح یعنی اون اکسیژن بهشتی را، وقتی که این اکسیژن به اصطلاح دنیا تمام شد، روح بهشتی را برای اینها میار، اینا بو میکنن، استشمام میکنن، تنفس میکنن از نفس بهشت. فروحون، ریحان هم از گلهای بهشتی، پشت سرش هم و جنت و نعیم. جنت و نعیم هم از خداوند جنت های زیادی داره، یکی از بهترین جنت ها همون جنت و نعیم است.
این دسته اول مقربین، مقربین. دسته دوم و اما ان کان من اصحاب الیمین، کسانی که اصحاب یمین هستن، دست راستی هستن. و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. سلام لک من اصحاب الیمین هم باز معنی کردن. یکی این که میفرماید خود ملک الموت سلام میکند بهش، دیگر این که میگوید که اصحاب الیمین در آخرت در بهش به تو سلام فرستادن. فسلام لک من اصحاب الیمین، همین سلام معنی داره، سلام بی معنی نیست، سلام مفتی نیست، یعنی خوشحالی، سعادت، آمرزش، رحمت، بهش، درجات عالیه بهش. این دسته دوم. اما دسته سوم پناه بر خدا. و اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تصلیه جحیم، که عرض کردم اگر از دشمن ها بودن، از ضالین اهل ضلالت بودن، اولا نزل من حمیم، حمیم اون آب جهنمی داغ 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 است، این آب را در حلقش خورو می کنن یا بر سرش می ایزن. این آب وقتی که در آخرت، حالا وقت جون دادن جدا، در آخرت وقتی که تشنه میشن، خدا فرموده و ان یستغیث یغاث بماء کالمهل یشوی الوجوه. این آب جهنمی رو وقتی که نزدیک صورتش میارن، این گوشت و پوست صورت هر صورت خدمت پخته میشه، چشمهاش از حدقه میفتد توی همون ظرف آب داغ. پناه بر خدا. فنزل من حمیم و تصلیه جحیم، یعنی همون وقت جهنم را میبیند. تصلیه یعنی سوخته شدن، معذب شدن در جهنم، و تصلیه جحیم. این هم کیفیت جون دادن که قبلا اشاره شد. این حالت مؤمنین است، این هم حالت کفار و منافقین است. این است که عزیزان ما از حالا باید در فکر اون ساعت باشیم، مرگ را فراموش نکنیم، بیاد مرگ باشیم. اکثرو فرمودن اکثرو، زیاد اقلا روزی 20 بار، بیش از 20 بار بیاد مرگ باشید، مرگ را فراموش نکنید. یه وقتی خواهیم کشید، کل نفس ذائقه الموت. امیدواریم که خداوند همه ما و شما را به رحمت خود به پیوند بکند و ما را با حالت آمرزش و مغفرت قبض روح کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.